لینزی گراهام، سناتور ارشد آمریکایی، روز سه‌شنبه با مقامات اقلیم کردستان در اربیل دیدار کرد. وی قبلا در مورد آخرین تحولات منطقه و همچنین توسعه روابط بغداد واشنگتن با مقامات عراق در بغداد دیدار و گفتگو کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سوران خاطری از اربیل کردستان عراق. سناتور گراهام در دیدار با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در مورد روابط اربیل بغداد و شرایط سوریه و همچنین مسئله کردها در آن کشور گفتگو کرد. دو طرف تاکید کردند که داعش هنوز برای امنیت و ثبات منطقه یک تهدید است و باید با آن مقابله کرد. لینزی گراهام قبل از دیدار از اربیل با برهم صالح، رئیس جمهور، مصطفی کاظمی، نخست وزیر و محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق دیدار کرده بود. آلینا رومانوفسکی، سفیر ایالات متحده در بغداد، و جان برنان، فرمانده نیروهای ائتلاف، لینزی گراهام را در این دیدارها همراهی کردند. توسعه روابط دو جانبه در زمینهای اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، تحولات منطقه‌ای و جهانی، جنگ داعش و نقش عراق در امنیت و ثبات خاورمیانه محور اصلی گفتگوهای لینزی گراهام با مقامات عراق بود. به گفته ریاست جمهوری عراق، لینزی گراهام و برهم صالح همچنین در مورد مقابله با بحران اقتصادی، فساد و تغییرات اقلیمی رایزنی و بر لزوم حل تنش‌های منطقه‌ای از طریق گفتگو تأکید کردند. لینزی گراهام نیز با اشاره به اهمیت نقش بغداد در منطقه بر تعهد آمریکا به حمایت از امنیت و ثبات عراق تأکید و در مورد تحولات سوریه و کمپ الهول که اعضای خانواده پیکارجویان داعش در آن نگهداری می‌شوند با محمد حلبوسی، رئیس مجلس، گفتگو کرد. سناتور گراهام همزمان با روز استقلال ایالات متحده به دیدار نیروهای آمریکایی در عراق رفت. لینزی گراهام اوایل هفته با مقامات ترکیه هم دیدار کرده بود. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.